نوید وقتی میفهمه الهه برای رقیب و باباش پخت و پز میکنه میره سراغش. چیز زیادی از حرفاشو متوجه نشدیم، ولی الهه یه جورایی به هم میریز و تا شب سه بار مواد مصرف میکنه. نوید دنبال چی میگرده؟ ظاهراً یه زمانی خاطرهای الهه بوده، ولی محسود وقتی کار بارش سکه میشه دیگه اونو به عنوان داماد نمیپذیره. البته الهه هم از اول زیاد از نوید خوشش نمیماده. یعنی میخواد گروکشی کنه؟ بعید نیست، چون نوید بیشتر از این که عاشق باشه یه دلاله. خاطرتون هست وقتی برای بار اول پروانه رو دیدیم دلیل معرفی خودش رو دیدن یه فیلم تو هواپیما ما کرد؟ خب این فیلم رو ببینید. بچه‌های مراقبت مخفیانه ازش گرفتن.
اسامی داروها رو یادداشت کردیم. گرون قیمت و ترکیبی هم. به صورت پودر و ژله‌ای و مایع خریداری کرده. کاربردش چیه؟ میتونه ترکیبی از یه مخدر باشه برای کاهش دردهای لاعلاج، یا برای مصرف خودش یا برای کس دیگه. اون که گفت هیچ که تو ایران نداره، بس همه ای واقعیت رو نگفت. شده که مستحق گرفتن هدیه شده. حالا بازش کن. مناسبتش چیه؟ برای عذرخواهیه. راستش من به خاطر رفتارم یه عذرخواهی به تو بده کارم. تو درست میگفتی. حتی فکر بچه هم تو این شرایطی که ما الان داریم خیلی ابلهانه است. من این مدت سر بچه خیلی بهت پیله کردم. گفتم شاید اینجوری از دل در بیارم. قشنگه؟ باراندازم آماده است. فکر میکنم دیگه بتونیم راهیش کنیم. فکر میکنی یا مطمئنی؟ مطمئنم میتونه بفرسه. باراندازم همه چیش خودم دارم هندل میکنم. قشنگ. خیلی قشنگ. نگیناش همه اصله ها. باید مواظب اینجور خریده باشیم. چرا باید مواظب باشیم عزیز من؟ ما دیگه خیلی به هم توجه نمیکنیم. این همه مناسبت اومده رفته. هیچ کادوی هیچی به هم دیگه ندادیم. الان من میخوام برای همسرم یه هدیه بخرم، باید مواظب باشم. بلش. بعد گل میخریدی. اینجور خریده ممکنه از همون یه ردی به جا بذاره. با پول نقد خریدم، کارت که نکشید. دیگه بدتر. فکر نکردی فروشنده به خودش میگه این همه پول نقد از کجا آوردی؟ سروش با چند تا چک از چند تا بانک پول نقد کردی ها؟ کارات واقعا میتونه یه مشکل جدی برامون درست کن. اول عزیزم میگی چی کار کنم؟ ببرم پسش بدم؟ نه قشنگه، خیلی قشنگه، منم ازت خیلی ممنونم، ولی واقعا نباید بی احتیاطی کنیم. مثلا اگه همه چیز سر جاشه به خاطر اینکه ما احتیاط رو همیشه رعایت کردیم. چشم. بانو این هدیه رو از ما میپذیرن یا نه؟ احتمالی رو بررسی کنید. با تمام ایست بازرسی ها در مسیر هماهنگ باشید که بار با عادی سازی کامل به راه شدائم بده. هماهنگ شده. بازم سفارش. یه تیم مراقبت، یه تیم هم از بچهای عملیات پای کار بمونن که احیانا اگر کار از ریل خارج شد بتونن وارد عمل بشن. باید بفهمیم چه جوری میخوان جی پی اس تریلی رو از کار بندازن. با بچهای آتی هماهنگ کن. چشم. بجنبید. برام کیس سفید.
سلام. با آقای دلگوش کار دارم، صبوری هستم. تو اون ماشین قرمزه نشسته منتظرتونه. مشخصات کامیون تا فردا فرستاده میشه. مرحله به مرحله با شماره تلفنی که بهتون داده میشه با ما هماهنگ بشه. دیگر الان وقت پیدا شد. چند کیلو شده؟ 200 کیلو از دفعه قبل بیشتر، همون وقت که خانم مهندس فرمودن. اینجوری فایده نداره، دقیقش رو بدونم. آقای فاضل بیا اینجا ببینم، من یه شمارش دقیق میخوام. حدوداً 10 تا تو هر من گفتم حدوداً حدودش رو خودم میدونم، با یه ضرب و تقسیم ساده میشه فهمید حدودش چقدره. من یک شمارش دقیق میخوام، متوجه ای؟ برو ببینم. هر وقت گفتم کامیون رو بنداز. شنیدی چی گفتم؟ ساعت حرکت رو من میگم. هرچی آقای مهندس میگن گوش بده دیگه. چشم. برو بره. بریم سروش. راستی کل سهم بادی پکرها رو آماده کردم، فقط خانم مهندسین خورده فروش رو ول نمیکنن. میگن هایزنبرگ بازارش داغ شده و زنگ خور دارن، چند تایشون بد جور پیله شدن. یعنی چی پیله شدن؟ بزن پس گردنشون دکشون کن برن دیگه. یه سه چهارتایشون رو پس گردنی اردنگی دک کردم، ولی یکیشون از اسمش امیرزاقیه، بد پیله یه. زنگ زده تهدید میکنه، میگه جنس ندین میفروشم بهتون، رو زنگ میزنم 110 از این داستان. یعنی چی؟ خیلی بیجا کرده. ناسلامتی ما داریم بازار رو تنظیم میکنیم، اگه قرار باشه به حرف چهار تا دله جغله گوش بدیم که سنگ رو سنگ بند نمیشه. کجا رو کی میدین؟ وقتی مشخص بشه اول تو میفهمیدی. خانم 480 تا دقیق. دقیقه دقیق؟ دقیق. مطمئن باشم دیگه. شمردم دیگه. خیلی خوب. در باز کن ببینم. گفتین بدفیله اسمش چی بود؟ امیر زاقی. امیر. داخل در. من میگو بیا جی پی اس اونا رو وصل کنه به سیستم خودمون. باید جلوی چشممون باشه. تا کجا میخوایم بدارم؟ تا آخرش. اگه صبوحی بتونه به دوزتش و شفقتی و متوجه ماجراشم میفتم به جون هم. که گزینه خوبی برای ما نیست. اون من یاد نره. بگو سریعتر بانش بیاد اینجا. ولی هکی رادیو کد میخواد. باید دم دست باشه که اگه وقتی کد فهمیدیم معطل نمونیم. چش. سایه خودش هم میترسن آقای چشم. مالین گربه یزی رو در روی رفت تو سیستم. چکام کنم؟ نگران نبود. باش. این سیستم رو در رو اینطوری عمل کردن که هنوز زندن رو سطح بین کنه کنش نزنشون. من بیرم این شد بزنم تا این گلا برسن. خانواده راننده کامیون چه خبر؟ اسمش چی بود؟ منصور رو میگی؟ آها. خونه‌شو چک کردم. خب
خانومش روزای زوج بچه‌شون رو میبره پارک محلشون در فاصله 11. کامیون کی راه میفته؟ کامیون که دم صبح راه میفته. مسئول گرفته تو ماشینش خوابیده. منتظر تو بهش بگن که راه بیفته. خوبه، خوبه. اگر همه کار درست پیش بره تو هم تو کارت پیشرفت کنی. آقا امیدم به شماست. من به نویدم گفتم شفقتیا به هیچ وجه نباید بفهمن کامیون از مسیر خارج شده. نه اونو که نوید گفت خودش هماهنگ میکنه دیگه. خدا رو که میخوای از فرهاد بگیری بهت شک نکنه. آقا خیالتون راحت، گوشی‌ها رو ست کردم. هر اطلاعاتی واسه اون بره واسه منم میاد کپیش. از بار که چیزی کم نشده شده؟ حالا خورده فروشی رو که تعطیل کردن، یکم واسه بادی پکرها برداشتن. مراقب همه چیز باشین. هر اتفاقی افتاد فوری به من خبر بدین. حالا خبری شد که بهتون میگم دیگه مسعود خان. مخلصی. بادی پکر ته نداره این ماجره لعنتی. واقعا آدم هایی که اموالی مواد مخدر میکنن و مواد توی معدهشون جا میدن یه مش آدم بدبختن. برای اینکه جیب دیگران رو پر پول کنن جون خودشون رو به خطر میندازن. 24 ساعته برای فرهاد کنترل میذاریم. چه فایده؟ اگه همه بادی پکراشون هم پیدا کنیم تا به استفان نرسیم نمیتونیم کاری کنیم. فکر کنید اگه طبق برنامه آقا جلال پیش نمیرفتیم و همون اول همشون رو دستگیر میکردیم ممکن بود اصلا نفهمیم بادی پکر دارم، خرده فروش دارم. نگران نباش مسعود جان، با هوش و مدیریتی که داری مطمئنم اتفاق بدی نمیافته. عزیزم بحث چند میلیارد پوله. من هنوز نمیدونم کسی رو برای مراقبت از کامیون دنبالش میفرستن یا نه. معموله رو کی به فروشنده ها میدیم؟ پول مولو به دست بیاریم تولید جدید رو شروع میکنیم. بله. میدونی که هیچ وقت تو کار دخالت نکردم و نمیکنم. ولی فکر میکنم هر چی زودتر معموله رو بفروشی و پولش رو به دلار تبدیل کنی بدی من با خودم ببرم کانادا خیلی بهتره. میدونی نه نگه داشتن معموله الان به نفعت نه نگه داشتن پولش. درست میگه. دو سه ماه دیگه بارمونو میبندیم. تولید جدید که افتاد رو قلتش بعدش ما هم میدیم. با فرهاد تماس گرفتی؟ جی پی اس کداشو فعال کنم باش تماس میگیرم. بی خود نگرانی، بار اولمون که نیست. من نگران نیست. فقط این راننده مطمئنه دیگه. نمیدونه بارش چیه. البته بارنامه‌اش درسته. ما هم محموله رو جوری جاسازی کردیم که برسه اونجا تازه باید زنگ بزنه بپرسه کجا قایمش کردیم. چیه؟ حالت خوبه؟ چیزی شده؟ نه، هیچی. این شاگرد من هست، آسو خسروی، میشناسی؟ آسو؟ دختر کرده دیگه. آها، همین که گفتی خیلی غر میزنه. غر که بیچاره خیلی درد داره. چرا طفلی؟ مریضه؟ نه، خانوادش توی بمبارون شیمیایی سردشت بودن. سردشت؟ اوه، زمان جنگو میگی. خب جنگ که تمام شد رفته پی کارش عزیزم. نه هنوز این کار.
چیه؟ تو الان احساساتی شدی براش؟ کلی از فک فامیلاش توی بمبارون شیمیایی کشته شدن. بعضیشون هم هنوز درگیر عوارض شیمیاییه، مثل پدر مادرش خودش. خب الان اومده شیمی یاد بگیره که بفهمه بمب شیمیایی چجوری درست میشه، بعدم بره انتقام بگیره؟ نه، نمیدونم. نظرم اومده شیمی یاد بگیره که بفهمه چطور بعضی از آدم ها میتونن چیزایی بسازن که باش آدم های دیگه کشته بشن. یا شاید هم اومده شیمی یاد بگیره برای اینکه یه درمون برای زخمای خودش و خانوادش پیدا کنه. خب چرا کمکش نمی کنی؟ مسخره می کنی؟ مینا واقعا فکر می کنی ما کی هستیم؟ فرشته نجاتیم؟ خب عزیزم ما هم داریم مواد شیمیایی تولید می کنیم دیگه. فقط فرقش اینه که مثل گاز خردل و سارین و سیانور تاول و خفگی نداره. هم چرا حرف بی ربط میزنی سروش؟ تو چرا خودو به اون را میزنی؟ تو فکر میکنی اگه همین شاگردت بفهمه معلمش کارش چیه، چی تولید میکنه، چه حالی میشه؟ ها؟ الان واقعا احساساتی شدی؟ بعیده آخه کسی که بچهشو مینداز. تو دنیا پیشرفت علم از هر چیزی مهمتره. تو این را خیلی سود میبرن، خیلی هم ضرر میکنن. اصلا تمام کسایی که اختراعشون باعث مرگ و میر آدم ها میشه بعد از یه مدت پشیمون میشن. اصلا خیلی هاشون هم خودکشی میکنن. مگه ما الان داریم چیکار میکنیم؟ سفینه فضایی میسازیم، آدم ها رو میفرستیم فضا. هیچ هم نمیدونیم اینا به زمین بر میگردن سالم میمونن یا نه. ها؟ وای. خیلی خوب. اصلا چه بحثی ما میکنیم؟ من نفهمم. باید تمام تمرکزمون رو بذاریم به خروج این محموله از ایران. من این کدا رو فرستادم. میرم با نیکانوف صحبت کنم، بهش بگم این محموله پس فردا از ایران خارج میشه. بله؟ آره. الان خوبی؟ آره. بپر لپتاپ و جی پی اس رو علو بگیر. باش. این کد رو واسه سبوی فرستاده. چقدر زمان بره؟ کار راحتی نیست. جی پی اس متصل به کامیون با این کد فعال میشه. هر وقت کامیون از مسیر تعیین شده خارج بشه یا جایی که تو برنامه‌اش نبوده توقف کنه آلارم میده. من هم باید به جی پی اسشون برسم، هم کد جدید بنویسم. بعدم باید کاری بکنم تا ردزنی من رو سیستم اون اخلال درست نکنه. تا بتونم همزمان دو تا مسیر رو هدایت کنم. دست به جون. چشم.
این وایسرات میتونین جی پی اس بهش وصل کنین. ریسک تداخل فرکانس داره. باید با چشم تعقیبش کنین. گمش نکن، برو. صدا به صدا نمیرسه. خریدمش واسه صداش. شاید هم مثلا عداش. به ما نمیاد؟ به شما همه چی میاد. خب، صد تا پیغام دادی گفتی حرف کاره. رو حساب قدیم پاشدم اومد. منت سرمه گذاشتی آقا زاقی. تیکن انداز. من تو چند سال هم میشنسی؟ ماشین حساب نزد. خیلی سال. خب، من تو این همه سال ازت چیزی خواستم، حرفی بهت زدم. تو حد و مرزت معلوم بود، منم قلم روی خودم. تا حالا مگه غیر این بوده؟ این مرام کاره. هر کی منطقه خودش، مشتری های خودش، دوری و دوستی. تاخچه بالا میذاری؟ تاخچه بالا میذاشتم الان تو ماشینم نبودی. ته حرفو بزن. کار دارم. ته حرف اینه. حدت معلومه، قدت کوتاهه. نمیتونی اونقدر بالا بپری که بشی پی ام لاکچری. اونم با این. ببین. میتونم تحتوشو در بیارم که از کجا آمده، چطوری رسیده دستت، ولی میخوام به حساب همون سلام علیک و همکاری خودت بگی. من هم حد تو رو میشناسم نقمه. میتونستی رد اینو بزنی تا حالا زده بودی، سراغ من نمیمد. دست هر کسی به این نمیرسه. حالا من شدم هر کس. بهتر رو آیزنبرگ کار نکنی. اون وقت این بهتره رو کی میگه؟ از کجا آمده؟ این صد تا بالا پایین داره، علکی نیست. صرف ما کلن صد تا بالا پایین داره. تو رو همون جنسی که میفروختی کار کن. بدون اینطوری دستم بردی. داره میپیچونی دیگه. یعنی این هایزنبرگ فقط تو دست و بال توه، نه؟ من نمیتونم پیداش کنم. بدبخت. من میخواستم از تو بخرم، پولش بره تو جیب تو. حالا میرم سرچشمش رو پیدا میکنم. ببین. درد سر هایزنبرگ زیاده. تو این حجره سرک نکش. با کسایی هم که هایزنبرگ دارن بر نخوری خیلی بهتره. که تو بر بخوری مشتریای منو قور بزنی؟ من دیگه رفتم توش. تو دور وایسا. پرشون به پرت نگیره خیلی بهتره. ببین کارت بهشون گره بخوره، منم که رفیقتم دیگه نمیتونم برات بازش کنم. ما رفاقتی با هم ندادیم. فقط همکاری. بارو بابا. اگه دو تا دوربین داشتیم خوب بشد، یه زاویه دیگه‌ش هم می‌گرفتیم. چند تا نما داشتیم حتی اول؟ من به نظرم الان همین هم خوبه. خوبه؟ آره همین هم خوب شده؟ حالا نداره، ولی یه دوربین هم جواب داده به نظر من. یکم بریم جلتا؟ بریم جلتا چی میشه؟ آره اینا رو که نداریم. از نه 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 رد میشه بعد جلتا. این خوبه حرف زد. آره خیلی خوب حرف زد. کاراکتر جذابی داشت. خیلی آدم عجیبه. بس تو حال خودش نبود دیگه، هر چی می‌خواست بگفت. ماشینا یه ذره نگاه کن. رفتارش ببین، یه سری تصاویر آرشیوی پارچه‌مون دادن. اونا رو بیار. آه خیلی خوب شد. نزدیک شو بهش پیچه رد کن. برو کنارش، برو کنارش، خوبه، برو برو. نگردم، نگردم. شیده بابا چه طرز را آمدیم؟ اصله برشی باشه 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 نری باشه 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 با
چه دختر قشنگی داری، چه اسم قشنگی هم داره، مارال. ببینم اسمش رو تو انتخاب کردی یا مادرش؟ با دخترم چی کار داره؟ داداش باور کن ماشین مال خودم نی، من کارگر مردمم، روی ماشین کار میکنم. اختیار داری آقا منصور، شما منصور خانی واسه خودت. منو خانوادم از کجا میشناسی؟ اونش مهم نیست داداش، باور کن ماشین مال خودم نی، من روی ماشین کار میکنم، کارگر روزمزدم. صاحب ماشین بفهمه ماشین رو بردن بیچاره میشم، به خاک سیاه میشینم. با خانوادم کاری نده، بارو ببرین مفت چنگتون، با خانوادم فقط کاری نداشته باشین. یه دقیقه گوش کن ببین چی میگم بهت. چی؟ ما حالا کار داریم با. ببین تا وقتی که زیر چتر من و رفیقان باشی هیچ اتفاقی نه برای خودت میفته نه برای عهد و عیالت. ولی اگه به حرف ما گوش ندی دیگه من نمیدونم برای مارال خانم چه اتفاقی میفته. اون وقت نگی نگفتی داداش خب تو خطایی کردم، اگه کردم با من طرفیم، به خانوادم چی کار داری؟ با اونا کاری نداشته باشی. ای بابا نشستی آبغوره میگیری برای من، فیلمشو نشونه دادم که بدونی سالمن، حواسمونم بهشون هست، هیچ اتفاقی هم براشون نمیفته. این حرکات چیه؟ چته؟ خیلی خوب هرچی شما بگی. چی کار کنم؟ باید دهنت چفت و بست داشته باشه و کارهایی که بهت میگم و مو به مو اجرا کنی. مینا مینا. بله. چی کار داری میکنی؟ دارم کیک درست میکنم. الان وقت کیک درست کردنه؟ یه دقیقه بیا. وا همیشه وقتی استرس میگیرم سر خودم رو با یه چیزی گرم میکنم. چه؟ اینو ببین. سین چرا وایستاده؟ من چه میدونم، فکرم تو بهش گفتی. من برای چی باید بهش بگم؟ خب یه زنگ بزن به راننده ببین برای چی وایستاده. خیلی خب جونم چی کار داری میکنی پس؟ یه ساعت داری میگی الان هک میشه. ببین کد تو زمانهای مختلف اتوماتیک تغییر میکنن. همین الان روندشو در آوردم. خب دیگه هم تا آخر مشکلی نداری. الان کامیون اینجا واسطه، ممکنه بهمون شک کنن، میفهمی؟ خیلی خب یکم صبر کن، طول میکشه. هکی آقا موبایلش. خب جواب بده دیگه، بسی گفتم چی بگی بهش. سلام آقا، ارادت دارم. نه مشکل خاصی نیست، فقط ماشین یه خورده روغن ریزی داره، دارم خودم درستش. نه خودم حلش میکنم دیگه، بعد این همه سال یه 2000 مکانیکی بلدین دیگه. بله چشم، درست شد بهتون زنگ میزنم. یه رو 20 دقیقه دیگه. بله چشم فعلا. وای مینا بیچاره شدیم. یعنی چی؟ یعنی باید بری کیک درست کنی بخوریم. ببخش. هیچی، روغن ریزی داشته ماشینش داره تعمیرش میکنه. عجب حلوای قندی تو. خیلی، تازه کجاشو دیدی؟ راننده رو بردن پایین، این بری یکشون هم داره جی پی اس کامیون رو هک میکنه. شما هکتون به کجا رسید؟ اومد مشغوله. چشم از کامیون بر نمیداریم، یادتون باشه قراره از چی به کی برسیم، پس هیچ اقدامی غیر از اون چیزی که تو برنامه هست صورت نمیگیره. مفهومه. علیرضا
آقا سعید تو راه داره میاد اینجا، بهش بگین بمونه تا من برگردم. چشم. چی شد؟ تموم شد. حالا کامین رو راوندازین، جی پی اس نشون میده که ماشین نجاش تکون نخورد. چه عجب. از اون برم هر موقع خواستین راش میدازم سمت ارومیه. اونا هم هر موقع چک کنن میبینن همه چی طبق برنامه‌شون داره پیش میره. من اینه برش میگرده، من تهران و وارو میریزم تو بازار. اگه مواد رو بریزن تو بازار شفقتی ها میفهمن، ممکنه رایدش رو از خورده فروش رو بزنن. اگه مواد رو نگه داره بازم شفقتی ها میفهمن مواد دزدیده شده. اون وقت بازم باید منتظر یه واکنشی باشی. امیدوارم به سمتی پیش بره که به نفع ما تموم بشه. کجا داری میبینی؟ آقا با که هر کاسته رو انجام دادم همینجا خوبه. بی خیال شدی به دلگوشا زنگ بزن بگو کار انجام شده. همینجا بگو ببینم گفتی این کامیون مال خودت نیست؟ نه نه. خیلی خوب، اصلا نگران نباش، باید کاری کنی که این اتفاق طبیعی به نظر بیاد. آن انگار یه دزدی واقعی اتفاق افتاده. کامیونم برات پس میگیرم. کار شما اینجا تموم میشه، تحویل شما. داداش کن، چی کار داری میکنی؟ بی خیال داداش، نزنی داداش، نزنی داداش، نوکر خیلی دامدی آمرتضا، راننده رو تیر زدن به پاش، چی کار کنی؟ هر وقت رفتم برین سراغش. بسیارم. احتمالا کامیون میخواد را بیفته. موتور رو بیارید پایین برید دنبالش. مواد تو بریزه تو بازار، اون وقت باید چیکار کنی؟ شفقتی ها بفهمن موادشون دزدیده شده، قطعا برای کسب تکلیف با نیکانوف ارتباط میگیرن. اگه سبوی تصمیم میگیره مواد تو بریزه تو بازار، بهتر نیست همشون رو بازداشت کنیم؟ الان هم مشخص نیست چه برنامه با اون مواد دارن. البته از اون طرف هم اگه محموله به خریدار تو ارومیه نرسه، قطعا نیکانوف و دارو دستش با خبر میشن. اون وقت هیچی دستمون رو نمیگیره. معادله چند مشهوری شده. سلام قربان. ترکوندیم. میگم ترکوندیم یعنی قوقا. چه کردیم تو خاورمیانه؟ زنگ خورو گوشیم شده ده برابر. زنگ پشت زنگ. همه هم که سوزنشون گیر کرده رو هایزنبرگ. همه جنسا شدن بده، هایزنبرگ شده خوبه. همه از این میخوان. یه 200 تا پک هم من میخوام. 200 تا. چه خوشش دا. ورق برگشته. قیمت رفته بالا؟ میارزه. هر چی بره بالا خواهان داره. بابا این های کلاسه. فروشش مدت تو بازار تعطیله. تعطیله؟ کی تعطیل کرده؟ بابا بازارش کشش داره، هر چی بریزیم توش باز جا داره.
کاشتیم حالا که وقت دروه تعطیل. میدونی چند تا ساقی التماس میکنم من یه پکه این هایزنبرگو بدم روش کار کنم؟ یعنی الان تو اوج میگه اوج؟ باید تو اوج بمونی. تو قهرمانی خداحافظ. چه کاری آخه؟ هرچیم نپرسی و ندونی به نفته. بود بهت دادیم گفتی چشم، گرفتی فروختی، حالا بگو چشم. بقیه دیلرهای هایزنبرگ هم همینو گفتین، یعنی که به اونا جنس میدین بعد زاغی فقط شده غریبه. مثلا ببینم آقا کمیسیون خودتون چقدر میشه؟ میدم نقد. بین خودم خودتون هم میمونم. الان باید دوتو جواب پس بدم؟ نه. بعد کردم دوزار بوشن کف دسته؟ بالا دستی دلشون خواست جمعش کنن. تازگی هم نداره. عادتشون رو بازار رو توپی کش از جنس خالی کنه. من کلی رو مشتری ها کار کردم، جواب اونا رو چی بدم؟ جون زاغی اذیت نکن، یه 100 تا پک به من بده، من میدونم پس دستت هست. 100 تا؟ هر چی کردم میدونم. اندازه 40 تا پول به شما بذار تو داشت برد. من نکردم. اگه بفهمم رو جنس کشیدی بد جور ازت دلخور میشم. نه آقا من میدونم شما دلخور بشی چطوری میشه. دل خورت نمی کنم، مطمئن باشیم. آسان چلتو تو همون جای قبلی جا سازه، برو بردار. من رو کردم. اینم بنده ستاش خواهد. از استفان اطراف ایران پیدا کردیم. امارات، آذربایجان، قبرس، ترکیه. استقرار داره؟ تردد میکنه. شبکه ارتباطی و تدارکاتیش بیشتر تو این کشورها فعالیت میکنن. دو تا شبکه شناسایی کردیم که هر دوشون به استفان وصلن. خبر خوبیه؟ نه خیلی، چون اینا به شدت با هم در تضادن و کار ما رو مشکل میکنن. یکی بار اون یکی رو سرقت کرده و اگه بار به مقصد نرسه که تو این حالت نمیرسه، ما حداقل یه سر نخ به سمت استفان از دست میدیم. برنامه‌تون چیه؟ ما یه مصوبه از شورا میخوایم که بار رو برگردونیم تو همون مسیر ترانزیت که به راه خودش ادامه بده. تا کجا؟ آلمان، همون جایی که قرار بود بره. البته با سرویس آلمان میتونیم هماهنگ کنیم. اگه دنبال استیفان برای رسیدن به حقیقت اون تئوری هستید، هماهنگ کردن با سرویس اطلاعاتی آلمان ممکنه. ریسک داره، اما چاره ای نداریم. باید بریم تو دل کیس. حداقل خودتون برید آلمان که بالا سر کیس باشید. فکر اینجاش هم کردیم. هماهنگ شدن. فقط باید کاری بکنیم که پیشنهاد همراهی ما از طرف خانم بوسوی باشه. درسته.